با تعمیق قیام و تشدید وحشت رژیم از آتش فشان در تقدیر، به وضوح میشه عمیق‌تر شدن شکاف در حاکمیت نسبت به قیام رو هم مشاهده کرد که هر کدوم استدلال خودشون رو دارن. یک سر این طیف بر تشدید سرکوب اصرار دارن و میگن عدم قاطعیت حکومت باعث جری شدن مردم شده و به گفته اونها اغتشاشگران باید اعدام بشن و دست و پاشون قطع بشه تا بقیه حساب کار خودشون رو بکنن. یک سر دیگر طیف عناصر نسبتاً دوراندیشتر نظام هستند که میگن سرکوب و اعدام و این قبیل واکنش ها وضعیت رو وخیمتر میکنه و نتیجه معکوس داره. از جمله روزنامه ایران طی مقاله‌ای در شماره امروز خودش نوشته که نیروی محرکه اصلی ناآرامی‌های دی ماه حجم عظیمی از فعل و انفعالات برخواسته از تجربه زیسته زندگی روزمره مردم بود که به هیچ وجه قابل کنترل هم نیست. شنیدن گزیده ای از حرف‌ها و استدلال‌های دو جناح میتونه مفید باشه. گوش کنید. آخوند صدیقی، ششم اسفند: حکم مقابله با ولی فقیه اعدام است. یا باید اعدام شوند و یا دست و پایشان قطع شود. امنیت از نان شب واجب تر است. عده‌ای از این مطالبات به حق مردم سوء استفاده کرده و دست به شورش زدند. عده‌ای از افراد ناراحت هم از این شورش ها سوء استفاده کرده و در قالب جریان های اقلیتی به دنبال بحرانسازی در جامعه بودند. آتش را باید خاموش کرد و نباید آتش فتنه را مجال داد که همه جا شعله بکشد. خبرگزاری حکومتی ایلنا، ششم اسفند: خودآگاهی طبقاتی دلیل اعتراضات بود. ناآرامی‌های دیماه سال جاری ناشی از مسائل متعددی از قبیل فقر و نابرابری است که متاسفانه پاسخ مناسبی از سوی دولت مردان به آنها داده نمی شود. باید پرسید در چنین شرایطی آیا نظام می خواهد تصمیم بگیرد که انقلابی در خود ایجاد کند یا خیر؟ امروز قشر اجتماعی متوسط به شدت به دنبال تحولات اجتماعی است. امیدوارم که مسئولان نظام این را درک کنند که اگر عدالت به معنای واقعی نیاید، حتما ارتداد خواهد آمد. قصه ارتداد خیلی مفصل است. دیگر اصل عقاید مورد حمله واقع می شود و به شدت هم عمومی خواهد بود. سایت حکومتی رویداد 24، ششم اسفند: بی‌عدالتی می تواند باعث نابودی یک کشور شود. متاسفانه وجود باندهای متصل به قدرت و ثروت مانع از استقرار سیستمی پویا و علمی در ساختار اجرایی و مدیریتی کشور شده و تمام نفع آنان در نابسامانی جامعه است. مردم ما همیشه باید به طور مستمر در جامعه‌ای پر اضطراب و پر هیاهو زندگی کنند. به قول معروف، اگر دنیا را روزنامه‌ای فرض کنیم، کشور ایران بخش حوادث آن روزنامه خواهد بود. خبرگزاری حکومتی ایلنا، پنجم اسفند: تبعیض و فساد به ویژه در سطح قدرت همان عاملی است که در تجمعات و ناآرامی‌های اخیر از زبان مردم و در قالب شعارهای مختلف شنیده شده. واقعیتی که در پرده هشدارهای رهبری وجود دارد این است که رانت‌ها و انحصارهای موجود می‌تواند پل‌های اعتماد میان دولت و حاکمیت را با خطر فرو ریختن مواجه کند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد، ششم اسفند: نوبخت در پاسخ به روزنامه لوموند درباره اعتراضات اخیر: ما باید حرف‌های فرزندانمان را بشنویم، حتی اگر در پاره‌ای از موارد برای استیفای حقوقشان صدایشان را هم بلند کرده باشند. اگر اعتراضاتی هم وجود دارد، در درون خانواده اتفاق افتاده است. انصاری راد، عضو مجلس ارتجاع، ششم اسفند:
شرایط اقتصادی، امنیتی، سیاست داخلی هم مقتضیاتی دارد که نمایندگان با وجود این اعتراضاتی که پدید آمد و حالت خاصی که مطالبات مردم پیدا کرده است، درگیر این گونه امور هم هستند. اما خزانه و درآمدهای کشور و توانایی قوه مجریه و دولت هم حد و اندازه‌ای دارد. به هر حال باید در نظر داشت که خزانه کشور را آقای احمدی نژاد خالی کرده و امروز هم طلبکار است. سایت حکومتی بها، ششم اسفند. علل تبدیل اعتراضات به بحران‌های ملی. یک شکاف و بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت شکل گرفته به نحوی که هر جا حاکمیت به ماجرایی ورود کند، شاهد واکنش شدید افکار عمومی هستیم. این بی‌اعتمادی بحرانی است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، بسترساز اتفاقات و حوادث خطرناکی خواهد بود. هنر دستگاه‌های حاکمیتی باید در جلوگیری از خشن شدن فضا باشد.